سلام، چطورین؟ با یه قسمت دیگه از آموزشی صرف تا صد چرمدوزی با سارا در خدمتتون هستم. تو این قسمت دوستان خیلی ها بهم گفتن که راجع به چرخ‌های صنعتی و مثلا حالا چرخ‌هایی که مثلا داری و باش کار میکنی، راسته دوز، بطر، فلان اینا صحبت کن و برامون توضیح بده مثلا چه چیزایی روش نصب میشه، چه کارهایی میتونیم باش انجام بدیم و اینها. توی این قسمت من میخوام یه ابزاری رو براتون معرفی کنم که روی چرخهای صنعتی نصب میشه. دقت کنید، چرخهای صنعتی مثل چرخ جک، چرخهای راسته دوز و چرخهایی که کلن میتونه زخیم دوزی کنه، چیزای زخیم براتون بدوزه. البته تو روی نازک دوزی هم هست، مدل چرخها خیلی متفاوته. ولی توی این قسمت من میخوام یه نوار فولدر رو به شما معرفی کنم که حالا نوه اتصالش رو توی ادامه ویدیو بهتون گفتم. این نوار فولدر برای شما کار نواردوزی دور کار رو براتون انجام میده و کاری میکنه که نخواین مثلا مخصوصا تو چرمای مصنوعی نخواین رنگ لبه بزنین و با این شما خیلی راحت میتونین نوار اوریبتون رو از این قسمت رد کنین و دور کارتون رو قشنگ براتون نواردوزی میکنه، به حالا ظرافت خودش براتون نواردوزی میکنه. خلاصه که زیاد صحبت نمی کنم. اگر سوالی چیزی داشتین در ادامه ویدیو حتما بپرسین، کامنت بذارین برام، همیشه من پاسخگو هستم. بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. سابسکرایب یادتون نره، همینجور که من به شما انرژی مثبت میدم شما این انرژی مثبت رو به من برگردونین که بتونم در واقع ویدیوهای بیشتر رو براتون بگیرم. به شدت سرمون شلوغ هستش، واقعا فرصت نمی کنم برای کانال یوتیوب وقت بذارم، ولی مرسی مرسی از این که همیشه دنبال کننده من بودین و هستین. امیدوارم این قسمت هم براتون مفید باشه. این قسمت های دیگه، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدایا رو نگه دارت. خب دوستان، به این میگن فولدر نوار اوریب، به این صورت هستش و شما باید روی دستگاهتون نصب کنین. روی دستگاه به چه صورت نصب میشه؟ اینجا ما دو تا پیچ داریم و روی دستگاه صنعتی همینجای کار پیچ میشه و یه شیار ما اینجا داریم که باید مماس باشه با پایمون. ببینین اینجا مماس باید باشه با پایمون و این پیچ رو سفت میکنیم. بعد پایه نوار اوریب به این صورت باید اینجا فیکس بشه. نوار اوریبتون رو به صورت اوریبی اینجا میبرین و حالت مارپیچ از اینجا رد میکنین. اینجا یه شیار داره که از توی این شیار شما این رو رد میکنین. بعد این فولدر ها سایز داره. ببینین این الان سایز 4 هستش. خب سایز 4 معمولا مناسب ترین سایز حالا برای همه چرخ ها هستش. بعد این رو به این صورت از اینجا میکشین بیرون. از اینجا که کشیدین بیرون، پایه چرختون رو میدین بالا و نوار رو میذارین زیر. شروع میکنین یه مقداری رو دوخت کردن که اینجا کار حالت نواری بشه، خب که این قسمت کار براتون صاف بشه. حتما دقت کنین اینجا کار صاف باشه. بعد کارتون رو میندازین زیر دستگاه، قسمتی که میخواین براتون نوار دوزی کنه. به این صورت برای شما کار رو، هر قسمتی از کار رو نواردوزی میکنه.